میهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. امروز که با شما سخن میگویم، یعنی این برنامه به طور زنده به خانه شما میآید یا به دفتر کار شما میآید یا بر روی این برنامه رو نگاه میکنید، روز بسیار ویژه‌ای است، برای اینکه همزمان با برنامه من رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آقای دونالد ترامپ در حال سخنرانی درباره ایران است. موضوع سخنرانی ایشان هم خیلی روشن است، از پیش این رو به رسانه ها به آگاهی رسانه ها رساندند که ایشان اعلام خواهند کرد که حاضر نیستند آن تصمیمی که نمایندگان کنگره آمریکا پس از اینکه آقای اوباما برجام رو با ایران به انجام رسانید، یعنی اون تصمیم که هر 90 روز یک بار، 3 ماه یک بار دولت باید به آقای کنگره برساند که ایران این برجام رو به ویژه بازبینی کار هسته‌ای ایران رو با دقت انجام میدهد و دولت ایران از این توافقنامه عبور نکرده، این رو با آگاهی مجلس یا سنای آمریکا یا کنگره آمریکا برساند. تا چند روز پیش دست کم در دو مورد، در دو بار در دوره حتی ریاست جمهوری آقای ترامپ، ایشان اعلام کرده بودند که بله، این برجام پا برجا خواهد بود، تا اینکه تصمیم بران شده که اعلام بکنند که ایران دولت جمهوری اسلامی وفادار به، یا بر پایه آنچه که اینها ارزیابی میکنن، وفادار به روح برجام نیست، ولی ما برجام رو به هم نخواهیم زد و موضوع رو واگذار میکنن به کنگره آمریکا، کنگره ایالات متحده آمریکا. یک دوران بسیار پر از درد و رنج و گرفتاری برای مردم ما آغاز شده که شتابان‌تر خواهد شد. من هفته گذشته و هفته پیش از آن به موضوع همه پرسی اقلیم کردستان عراق و پیامد اون در مورد ایران پرداختم. چنین می نماید که همه اینها با هم پیوند داره، یعنی افزایش فشار بر ایران و این کوشش برای ایجاد یک کردستان مستقل و دیگر کارهایی که در این خاورمیانه در این ماه‌های گذشته، به ویژه پس از اینکه آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا رسید، همه با هم پیوند داره. گروهی از هممیهنان ما هم که سخت شیفته آقای ترامپ هستند، شاید در این باره که ایشان درگیر شدن با جمهوری اسلامی بسیار شادمانند، چون فکر میکنن همین روز هاست که ایالات متحده آمریکا پشتیبانی کند از براندازی جمهوری اسلامی و این شب تاریک 40 ساله تاریخ ایران به پایان برسد و ما به دموکراسی دست بیاریم. این گروه از هم میهنان ما باید اندکی به خود آیند، به تاریخ نگاه کنند و ببینند که در هیچ موردی، در هیچ نمونه‌ای از کوشش هایی که دولت های غربی برای براندازی دولت ها در کشورهای دیگر کردن، پیامد اون دموکراسی نبوده. برانداختن دولت صدام حسین دموکراسی به عراق ارمغان نیاورد. ناامنی، جنگ داخلی، فساد و گرفتاری های فراوان دیگری رو در عراق به دنبال داشت. برانداختن دولت لیبی، دولت خودکامه لیبی، دموکراسی به این کشور، قذافی رو انداختن، ولی دموکراسی به لیبی ارمغان نکردن. کوشش در برانداختن دولت بشار اسد نه تنها سوریه رو در یک جنگ داخلی براستی ویرانگر درگیر کرده، بلکه میلیون ها مردم سوری رو
روانه کشورهای دیگر کرده و بخش زیادی از اونها به اروپا آمدند. هیچ دوره‌ای در تاریخ ما نمونه‌ای رو در دست نداریم که دخالت یک دولت خارجی در دخالت نظامی یک دولت خارجی در برانداختن یک دولت یک نوع دموکراسی رو به دنبال داشته باشه در هیچ زمانی. جالب اینجاست که اصلا درگیری دولت ایالات متحده آمریکا در جنگ ویتنام در جریان همین کوشش برای برانداختن یک دولت خودکامه بود که به دنبالش یک دولت خودکامه دیگر هم جایگزین اون شد. البته آمریکایی ها نقش اصلی رو نداشتن در اون زمان، خود ویتنامی ها درگیر بودند و دست آمریکا رو در حنا نهادند. ولی در مورد ایران این تصوری که عده‌ای پایکوب و شادمان از رفتار تند آقای ترامپ دارند در این که ایشان دموکراسی به ایران ارمغان خواهد کرد، راستی این است که چنین نیست. ما در همین دوران آقای ترامپ با این واقعیت روبرو هستیم که در همین کشور ایالات متحده آمریکا ایشان خواهان محدود کردن دموکراسی و حقوق روزنامه‌نگاری هستند، تهدید میکنن روزنامه ها رو که یا رسانه ها رو که اینها رو خواهند بست. البته این توان رو ندارن. خوشبختانه ایالات متحده آمریکا یک دموکراسی بسیار بسیار ماندگار است. اجازه بدید حاشیه در اینجا بروم. من در این کشور زندگی می کنم، سالهاست در ایالات متحده آمریکا هستم و به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نقد می کنم، نقد بسیار تند. ولی اینجا پیش شما نشستم و کسی در منزل من رو نکوبیده، من رو بازداشت نکرده. یه لحظه درنگ کنید و بیاندیشید که همین حرف ها رو اگر من در ایران درباره رئیس دولت، نخست وزیر، ببخشید رئیس جمهور و یا رهبر انقلاب می زدم، رهبر جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب، نه رهبر جمهوری آقای خامنه ای می زدم، گمان می کنید که من می توانستم به یک برنامه تلویزیونی با شما سخن بگویم؟ خب این تفاوت های این جوامع هست. اما بازگردیم به آنچه که با شما سخنی که با شما آغاز کردم. آقای ترامپ اعلام خواهند کرد که، یا در همین زمانی که من با شما سخن میگویم اعلام خواهند کرد که برجام رو لغو نخواهند کرد، اما به برجام بهایی نخواهند داد. بهانه ایشان هم بهانه درستی است. بهانه ایشان هم این است که جمهوری اسلامی در رفتار خودش در خاورمیانه یک نوع نابسامانی و یک نوع تشنج در خاورمیانه آفریده. موضوع برجام البته این نبود، موضوع برجام مسئله هسته‌ای در ایران بود، ولی به هر روی ایشان این رفتار واقعی جمهوری اسلامی رو بهانه‌ای می‌کنند برای اینکه برجام رو در واقع مورد پرسش قرار بدهند. و این هم باز می‌گردد به سیاستی که ایشان و دولت کنونی ایالات متحده آمریکا برای دگرگونی های اساسی در ایران در پیش دارند، سیاستی که سیاست مشترک این جناح هیئت حاکمه آمریکا، عربستان، اسرائیل و گروه های دیگری است که سرانجام به چند پارچگی ایران، ویران شدن سرزمینی که ما به اون به عنوان ایران میشناسیم خواهد انجامید اگر موفق بشوند. شوربختا که ما در آن سوی این درگیری، یعنی در سپهر سیاست ایران، حکومتی رو نداریم که با درایت نسبت به این موضوع نگاه بکند. حکومتی رو داریم که بهانه بیشتر به این نوع جنگ افروزی ها میدهد، با مداخله در کشورهای همسایه، با رفتاری که امروز در عراق و یمن و سوریه و عربستان، ببخشید لبنان و همچنین در افغانستان در پیش گرفته و هر سوراخی رو که پیدا میکند انگشت در اونجا میگذارد و کوشش میکند که راهی رو پیدا کند برای به هم ریختن یا ایجاد آشوب در خاورمیانه، و این رو بهانه‌ای برای نه پایان دادن به برجام، دست کم ناتوان کردن این برجام قرار دادن.
جالب اینجاست که در همین راستا نیروهایی که در ایالات متحده آمریکا، عربستان، اسرائیل و ایران درگیر این کارزار هستند، یک نوع همسرنوشتی دارند. یعنی تندروهای درون ایران، عربستان، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا خیلی همسرنوشت هستند. به راستی در این سودا هستند که یک جنگ تازه‌ای در این خاورمیانه برپا کنند. ایران رو به جنگی بکشانند، ایران رو وارد کارزاری بکنند برای پایان دادن به این یک پارچگی ایران، یک پارچگی تاریخی ایران. البته ما ایران بزرگتری بودیم، ولی آن چیزی که بر روی از دوره قاجار تا امروز به جای مانده، کشور ایران به شمار می آید و یکی از نیرومندترین کشورهای خاورمیانه و شاید یکی از مهمترین کشورهای جهان به شمار بیاید. ولی بر روی این رو می خواهند چند پاره کنند و در این کارزار چند پاره کردن ایران، تندروهای چندین کشور از جمله تندروهای کشور خود ما درگیر هستند و طبیعی است که در این کارزار گروه‌های قومی سینه به تنور می‌چسبانند و سخن از ستم ملی می‌کنند و امیدوار هستند که این کار به انجام برسد، یعنی ایران چند پاره بشود و یک دولت فدرال کردستان همراه با اقلیم کردستان و عراق، اینها برون پای ایجاد کشور کردستان، شاید آذربایجان از ایران جدا بشود، شاید دولتکی در بلوچستان به وجود بیاید و شاید حکومت عربی در بخشی از سرزمین نفخیز خوزستان به وجود بیاید. چیزهایی که در نوشتارهای اونها میتوان یافت و شوربختا که دولتی ما امروز در ایران بر سر کار داریم که به جای اینکه به این چشمنداز ماندگاری آینده ایران نگاه بکند، در سودای گسترش آیین شیعی، در سودای گسترش انقلاب اسلامی و چیزهایی از این دست، چشم خودش رو به روی واقعیات دنیای امروز بسته، به جای اینکه بیاندیشد به اینکه ایران جدا از اینکه بیشتر مردم به چه آیین و دینی هستند، جدا از اینکه از چه تیره و تباری برخواستند، یک کشور ماندگار 3000 ساله در تاریخ بشر است و این کشور باید بماند و دلیلی وجود ندارد که نباید بماند. کشور ساختگی نیست، این رو به طور مصنوعی کنار هم قرار ندادن. این یوگسلاوی نیست که آمدن و چند واحد قومی رو کنار هم قرار دادن. پاکستان ساختگی نیست که از دل هندوستان به عنوان یک واحد اسلامی بیرون آمده. کشوری تاریخی است، پیشینه درازی در تاریخ دارد، فرهنگ دارد، گذشته دارد. دیوان سالاری ایران دیوان سالاری کهنی است، چه بسا که من بر این باورم که کهن‌ترین دیوان سالاری یا ساختار اداری در تاریخ بشر بوده باشد. بسیاری چیزها رو ما ایرانیان به دنیا دادیم و از دنیا هم گرفتیم. من از شمار کسانی نیستم که بر این باور باشند که همه چیز نزد ما ایرانیان است. ما بسیاری چیزها رو از دنیای دیگر، از کشورهای دیگر آموختیم، ولی ارزش هایی رو، فرهنگی رو هم به دنیای دیگر دادیم و ماندگاری کشور ما به سود یکایک شهروندان ایران از هر تیر و تبار است. امروز این یک پارچگی برای چندمین بار مورد پرسش قرار گرفته. چند بار در تاریخ ما با این گرفتاری روبرو بودیم، در دوران انقلاب مشروطه، پس از آن در پیمانی که میان بریتانیا و روسیه در سال 1907 بسته شد که عملا ایران رو تقسیم میکرد به حوزه نفوذ روسیه و بریتانیا، در پیمان 1919 که ایران رو تحت الحمایه دولت بریتانیا به شمار می آورد، و سپس در دوران جنگ جهانی دوم هنگامی که شوروی ها شمال ایران رو اشغال کردند و در سودای جدا کردن آذربایجان و حتی کردستان از ایران بودند، به ویژه آذربایجان، و همه اینها شکست خورد. ما در درازای تاریخ از هنگام پیمان گودسمیت تا به امروز پاره ای از خاک ایران رو از دست ندادیم. البته برخی بر این باور هستند که در دوران
رضا شاه و محمد رضا شاه ما بحرین رو از دست دادیم. راستی این است که بحرین هیچگاه به طور جدی بخشی از ایران نبوده، همیشه یک نفوذی ما در اونجا داشتیم، ولی در واقع باید گفت که بحرین دست کم در 120 سال پیش یک واحد خودمختار و مستقل از ایران بوده و ایران نفوذی سیاسی در اونجا داشته و بریتانیا بیشتر در بحرین نفوذ داشته. از بحرین اگر عبور کنیم، گذر کنیم، خوشبختانه در این دوران، از میانه دوران ناصرالدین شاه تا به امروز، ایران یک پارچه باقی مانده و بخشی از خاک ایران از ایران جدا نشده و اینک در سودای جدا کردن بخشهایی از ایران و کوچک کردن ایران هستند. پروژه‌ای که آقای برنارد لوئیس خیلی پیش از این، 5 سال 6 سال پیش از انقلاب اسلامی یا پیدایش جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی در اسرائیل مطرح کرده بود که ایران بسیار بزرگ است و این پروژه بسیار جدی است برای کوچک کردن ایران. آقای ترامپ و جناحی از هیئت حاکمه ایالات متحده آمریکا همسو با دولت چیره بر اسرائیل، نه همه سیاستمداران اسرائیل بلکه دولت چیره آقای نتانیاهو و دولت عربستان سعودی هم پیمان در این پروژه از هم پاشاندن ایران هستند و شوربخت داد که جمهوری اسلامی با سیاست‌های بسیار نادرست خود به این پروژه دامن می‌زند. یکی از جایهایی که این پروژه ویران ساختن یک پارچگی ایران بیشترین بیم و حراس رو باید در میان ایرانیان به وجود بیاورد، کردستان است. خب می دانیم که در این سالهایی که در این 15 سال گذشته پس از آغاز لشکرکشی ایالات متحده آمریکا برای براندازی دولت صدام حسین، به سودای نفت و به بهانه یافتن جنگ افزارهای خانمان برانداز و چیزهای از این دست، ولی براستی برای سودای نفت از اون هنگامی که نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا وارد عراق شدند، از همون زمان این بافت نیمه مصنوعی نیمه تاریخی عراق هم به هم پاشید. یعنی عراق کشوری است که مانند ایران یک پیشینه تاریخی کهن ندارد، از دل فروپاشی امپراتوری عثمانی به وجود آمده، بسیاری کشورهای منطقه چنین بودند و در این ساختار اگرچه بیشتر مردم عراق شیعه بودند، یک دولت هاشمی سنی مذهب رو بریتانیا بر اونها تحمیل کرده و از همون آغاز هم یک واکنشی نسبت به این موضوع وجود داشته. کردها هم که بر روی بخش بزرگی از کردها که در زیر سلطه دولت عثمانی زندگی میکردن، اینها هم به دو پاره تقسیم شدن. بخشی از اونها در ترکیه جای گرفتن و بخشی از اونها در عراق. پیوند و رابطه کردهای ایران با دیگر مردم ایران هیچ نزدیکی با رابطه کردها با کرد با مردم ترکیه یا کشور ترکیه و عراق نداره. مردم کرد در ایران بخشی از فرهنگ ایرانی هستند. زبان کردی و زبان فارسی از یک ریشه برمیخیزد و پیشینه تاریخی ما هم چنین است که نخستین دولت بزرگ، حالا امپراتوری نه، بر روی دولت بزرگ ایران، دولت ماد، دولتی بوده که بر پایه پژوهش‌های تاریخی اینها بیشتر همین مردم کرد بودند و با مردم پرسه و پارس و پارت اینها سرانجام هم امپراتوری ساسانی رو به وجود آوردند. هخامنشی، اشکانیان، ساسانی، همه اینها با هم پیوند داشته دوره پیش از اسلام.
ریشه زبانی مشترکی داریم، ریشه تاریخی مشترکی داریم. مردم کرد هیچگاه در تاریخ ایران به عنوان مردمی فرودست شناخته نشدن. اصلا در تاریخ ایران ما با یک فرهنگ فرودست دانستن اقوام روبرو نبودیم. بیشتر دولت ها در دوران پس از اسلام دولت های ترک‌تبار بوده و بنابراین کسانی مانند مردم شیراز و اصفهان و فارس زبانان نمی توانستن بگویند که ما برتر هستیم، در حالی که دولت ها دولت های مغول، اوغوز، قوز، تاتار، ترکمان و چیزهایی از این دست بوده. و راستی هم این است که اگرچه مردم کرد ستم بسیار دیدن، ولی این ستم لشکرکشی مردم کاشان و شیراز و اصفهان به سنندج و مهاباد و شهرهای بزرگ کردستان نبوده. درگیری هایی بوده که همه مردم ایران رو رنج میداده، از مغولان و تاتاران و حکومت های ترک تباری که به ایران آمدن که خیلی از اونها به هر حال ایرانی شدن و بخشی از فرهنگ ما شناخته می شود. ولی به هر روی واقعیت این است که راستی این است که ما در ایران گرفتاری به نام ستم ملی بر کردها در هیچ دوره‌ای نداشتیم. ستم ملی بر فارس ها، کردها، ترک ها نداشتیم. دولت ها ترکمان تبار و ترکمان زبان بودن، ترک زبان بودن، ولی به هر روی این بافت تاریخی جامعه ایران به زندگی خودش ادامه میداد. این در مورد بازمانده دولت یا آنچه که از دولت عثمانی به جای ماند درست نیست. یعنی دولت ترکیه امروز پیامد یک جریان فوق ناسیونالیستی ترک در امپراتوری عثمانی به شمار می آمد. ترک های جوان، اینهایی که حزب اتحاد و ترقی رو درست کردن و مسئول کشتار 1.5 میلیون یهود، 1.5 میلیون ارمنی در خاک عثمانی پیشین بودند، اینها دولت ترکیه امروز رو درست کردند. و امروز هم شما از کلام رهبران، از سخنان رهبران کنونی دولت ترکیه می توانید دریابید که نگاه اونها به تاریخ نگاه پانترکیستی است. ما هیچگاه در قانون اساسی مشروط ایران پدیده‌ای به نام برتری قومی نداشتیم. چیزی به نام فارس بودن یا زبان فارسی در قانون اساسی ایران وجود ندارد. هیچ کجای قانون اساسی ایران نیامده، قانون اساسی مشروطه، که ملتی وجود دارد یا مردمی وجود دارند به نام فارس ها. این مردم برتر از دیگران هستند. نمی توانسته چنین هم باشد، چون بیشتر نویسندگان قانون اساسی ایران آذربایجانی و قفقازی بودند یا از این پیشینه برخواسته بودند یا از گوش و کنار ایران آمده بودند با پیشینه های گوناگون. و از این روز که در نوشتن قانون اساسی ما نشانی از برتری قومی نمی بینیم، بلکه زیبایی های قانون اساسی مشروطه در این است که می خواهد به این ساختار قومی ایلیاتی پایان بدهد و ایران رو به وجود بیاورد. من بارها در این برنامه و در سخنرانی ها و نوشتارهای خودم هم گفتم که ناسیونالیسم ایرانی، ایرانی با لهجه ترکی متولد شد و بیشتر ناسیونالیست ها ایرانی از آذربایجان و قفقاز برخواسته بودند. اینا ناسیونالیسم، ناسیونالیست آذری یا فارس یا غیره نبودن، ناسیونالیست ایرانی بودن، یعنی به ایران میاندیشیدن. یکی از اونها، یکی از برجسته ترین شخصیت های دوران مشروطه زندیات تقی‌زاده است. من به گذشته پیش از مشروطه نگاه نمی کنم، به کسانی مانند آخوندزاده و میرزا ملکم خان و مستشار دوله تبریزی و خیلی های دیگر. در خود مشروطه، در نوشتن قانون اساسی، در گفتارهایی که درباره قانون اساسی انجام می شد، آدم های زیادی تأثیر داشتند. از جمله یکی از روشنفکران برجسته زرتشتی که از هند به ایران بازگشته بود. ولی در این کارزار مشروط خواهی آدم هایی مانند تقی‌زاده و در کارزار اندیشه ناسیونالیسم ایرانی آدم هایی مانند احمد کسروی که هر دو اینا از تبریز برخواستند و سر ناسازگاری هم با هم داشتن، یعنی کسروی که البته خیلی جوانتر از تقی‌زاده بوده، اصلا تقی‌زاده را قبول نداشت، ولی با این حال اینها از آذربایجان و تبریز برخواسته بودند.
ما در قانون اساسی ایران با چنین نجات پرستی های روبرو نیستیم، در حالی که قانون اساسی ترکیه ترک بودن یکی از مفاد اساسی هویت ملی به شمار می آمد. یعنی کسانی که ترک بودن رو انکار می کردن زندانی می شدن. ترک بودن بخشی از هویت ملی بود، به همین دلیل هم به کردها ترک کوهی می گفتن. ما در ایران با چنین پدیده‌ای روبرو نیستیم. یا در عراق، دولت مرکزی عراق که خودش رو عرب می دانست کردها رو یک پاره جدایی از مردم عرب می شناخت. بنابراین سرنوشت مردم کردستان یا مردم کرد در ترکیه یا عراق با مردم کرد در ایران یکی نبوده. کردها با فرهنگ و تاریخ و زندگی ایرانیان در هم تنیده بودن. اصلا ما تاریخ ایران رو با ماد آغاز کرده ایم. این هست که سخنانی که امروز در این باره گفته می شود و تصور این که این ماجرای درگیری آقای ترامپ با ایران، این همه پرسی کردستان عراق شاید بتواند زمینه‌ای برای یک سودای استقلال کردستان ایران باشد، من رو بر این برانگیخته که به بی‌پایگی چنین افسانه‌ای بیشتر و بیشتر با شما بپردازم و با شما سخن بگویم. و در این حال اندرز بدهم به همین سران حکومتی که در ایران هستند که شما دریابی، هوشیار باشید، دامی برای شما گستردند. دولت آقای ترامپ که گروهی از هممیهنان ما امروز پایکوبی و شادمانی میکنن از اینکه ایشان در افتاده با جمهوری اسلامی، در سودای برانگیختن یک جنگ با ایران هستند. و شما اگر اندکی درایت داشته باشید، دست از این ماجراجویی های خود در کشورهای همسایه دست از این برخواهید داشت، این کار رو کنار خواهید نهاد و بهانه بیشتری به این جنگ افروز ها نخواهید داد. البته شروع وقت دار که حکومت کنونی ایران هم بخشی از این جنگ افروزی هاست و بخشی از این درگیری ها و گرفتاری هاست. به هر روی در دو هفته گذشته من با شما درباره این همه پرسی اقلیم کردستان عراق سخن گفتم و درباره احزاب قومی کرد ایران که اونها هم در همین سودا هستن، همین نوع نگاه رو نسبت به ایران دارن. امروز با شما سخن گفتم درباره این که چگونه در سودای چند پاره کردن ایران هستند. این برنامه‌ای که امروز به وجود آمده، برنامه به هم زدن برجام، درگیری با جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اینها جنگ افروزی می کنند یا دخالت در کشورهای دیگر می کنند نیست. در این جای گفتگو نیست که رفتار حکومت کنونی ایران، دولت جمهوری اسلامی، رفتار بسیار بسیار نادرستی در پهنه این خاورمیانه است. دخالت اونها در کشورهایی که براستی نباید ایران درگیر در جنگ داخلی اونها باشه، در سوریه، در لبنان، در عراق و یمن، خب روشن است که کشور ما رو در یک بحرانی قرار داده و وسیله ای شده برای اینکه اینها در درون ایران خودشون رو به عنوان ناجیان و رهبران آزادی در این کشورها معرفی کنند، که البته میدانیم دروغ است، چون اگر رهبر و ناجی آزادی بودند که خود در خود ایران این کار را انجام میدادند. از اون سوی هم دولت‌های دیگری برای اینکه این سودای سیاسی جمهوری اسلامی رو مهار بکنند یا ضربه بزنند، در جستجوی راه حلی هستند که بخش از این راه حل شاید جنگ نظامی، دخالت نظامی و چند پاره کردن ایران باشه. در این راستا گروه هایی که سخت کوشا هستند و بهانه می دهند، جدا از سازمان مجاهدین خلق که تکلیفشون روشنه، به عنوان ابزار
نظامی دولت‌های غربی باید اونها رو شناخت و به راستی هم جای دیگر در سپهر سیاست ایران ندارن. یک زمانی داشتن، امروز بیشتر یک دستی نظامی مزدور به شمار می آیند. می بخشید اونهایی که هنوز علاقمند به اینها هستند، این رو من می گویم، ولی به راستی من اینها رو یک دستی نظامی مزدور می دانم. شوربختا که گروه های قومگرای کرد هم به این کاروان پیوستن. یکی از دوستان امروز بامداد امروز نوشتار روی یکی از این روشنفکران کرد برای من فرستاد که نمیتوان به اون پاسخ نداد، چون گوهر اندیشه این نوع پانکردیس های ناسیونالیست رو بیان میکنه. دروغ تاریخی هم در اون هست و این دروغ تاریخی رو باید رسوا کرد. این همیهن گرامی از قول این نویسندهی که من ایشان رو نمیشناسم ولی گویا مقاله نوشته در چند تارنما هم به چاپ رسیده، گویا آدم سرشناسی است، اینگونه یاد میکند که پارس ها و یا فارس ها یک قوم حاشیه‌ای در نظام کنفدرال مادها بودند. ببینید چند تا دروغ در این همین بخش کوچک نوشتار ایشان هست. نخست اینکه پارت‌ها و پارس‌ها یا پارت‌ها و پرس‌ها دو قوم کاملاً جداگانند، اگرچه آریایی هستند، مادها هم آریایی هستند. اینها اقوام آریایی جدا از هم هستند. پارت‌ها در خراسان جای گزیدند، پارس‌ها یا پرس‌ها در فارس و در منطقه مرکزی ایران، مادها در مناطق شرقی ایران. ایشان آمدند و پارت و پارس و فارس رو به هم پیوند دادن، فارس رو هم مخصوصا استفاده کردن چون اصلا واژه فارس وجود نداشته اون زمان. یک قوم حاشیه‌ای در نظام کنفدرال مادها بودن، یعنی مادها 2700 سال پیش اینها انقدر مدرن بودن که اینها نظام کنفدرال داشتن، یعنی فدرالیزمی که امروز در آلمان مثلا وجود داره اینها شناخته بودن. ببینید رویای دروغ تا چند اندازه در میان این آدم ها پایه گرفته که فکر میکنن مادها، چون مادها ریشه کردی دارن، اینقدر آدم های پیش روی بودن، پارتها و پرسه ها و پارس ها و به قول ایشان فارس ها یه مش آدم عقب مانده بودن، نقشی نداشتن، ولی این مادها اینقدر پیش رفته بودن، آنچنان جلو بودن که اینها نظام کنفدرال اون موقع داشتن، یعنی فدرال، نظام فدرال داشتن. بگذاریم که این واژه ساتراپ یا واژه‌ای که یونانی ها در واقع روان کردن، اشترپاون در زبان کهن پهلوی است، زبان های کهن ایرانی است، از همون دوران هخامنشی بیشتر شکل گرفته، یعنی نظام های اداری شاهی در مناطق مختلف بوده، اینها فدرال نبوده. شاه شهریار ایران این شاهان محلی، حکومت‌های محلی رو برای مرزبانی، پاسداری از مرزهای این امپراتوری بزرگ که البته اون زمان هم ایران شناخته نمی‌شده، ایران ویجه یا نام‌های دیگری بر اون می‌گذاشتند، ویجه ویجه همین‌ها آمده، از این بهره می گرفتن برای حفظ این امپراتوری بزرگ. این نظام فدرال نیست، نظام فدرال پدیده مدرنه، ولی ایشان راحت میگن نظام کنفدرال مادها، یعنی ما 2700 سال پیش گروهی داشتیم قومی آریایی به نام مادها که اینها آمدند و نخستین دولت فلات ایران را درست کردند و اینها کنفدرال اداره کشور می کردند و این پارت ها یا پارسی ها یا فارس ها اقوام کناری بودند. حالا جالب اینجاست، میگه پارس و پارسیک در زبان کردی به معنای گداست، یعنی این واژه پارس رو کرد ها بر اونها گذاشتن، اینها پارس و پارت نبودن، اینا گدا بودن، اقوام کناری بودن که تمام خراسان بزرگ و تمام فارس رو اداره می کردن، ولی اینا گدا بودن، به اینا گدا می گفتن، این مادهای بسیار بسیار توانا به اینا گدا می گفتن. ببینید به اینها میگن ناسیونالیسم کور، و این ناسیونالیست های کور
پانت کردیست و پان ترکیست، اون وقت میتازن به این که عده‌ای فارس دارن ناسیونالیسم رو گسترش میدن، خودشون پلیدترین نوع ناسیونالیسم رو دارن در میان مردم رواج میدن. به هم میهنان کرد میگن، چون نوشتاریشون به کردی هم حتما در آمده، که این فارس یعنی گدا، اینا یه مش گدا بودن، این گداها چریختی به قدرت رسیدن و دولت بزرگ ایران رو درست کردن. بعد توضیح میدن اینها رو از زبان کی توضیح میدن؟ اینا پژوهش های کسی است که ما میدانیم پول کلان از خود دولت در ایران گرفته بود. پورفیرار، آقای ناصر پورفیرار کتاب ها در این باره نوشته و این ناسیونالیسم، ناسیونالیست کرد، ناسیونالیست کور بی سواد کرد از این داره بهره میگیره. میگه اینها در حاشیه نظام کنفدرال ماد زندگی میگه، یهودیان آنان را علیه مادها برانگیختند. یهودیان از طریق پارس ها نظام کنفدرال مادها را نابود، دین زرتشتی را منحرف، مغان زرتشتی را قتل عام و موبدان را به جای آنان تربیت و سرانجام دین انحرافی را به عنوان دین رسمی به حاکمیتشان برگزیدند. این ریش با این ریشه تاریخی میتوان گفت بنیانگذار کشور امروز ایران یهودی ها بودند. این ناسیونالیست های پانکردیست تا مغز استخوان طرفدار ایجاد دولت واحد کرد که نخ اونها، گریبان اونها در دست دولت اسرائیل، اینگونه به یهودیان ایران، یهودیان تاریخ ایران میتازند که کوروش آمده، حرفایی که آقای پورپیرار میزنه، کوروش یاغی بوده، راهزنی بوده، یهودیان رو برانگیختن، دولت مادها رو برانداختن و دولت کوروش رو درست که تمام این استوانه معروف کوروش، همه این سنگ نوشته ها، همه این افسانه است. اینها رو یهودی ها درست کردن، یهودی ها دولت ایران رو درست کردن که مادها رو براندازن چون کرد بودن. ببینید این بیماری روانی تا کجا در روح و اندیشه گروهی پدیدار شده که امروز برای اینکه در استان کردستان یا در اقلیم کردستان عراق دولتکی درست کنند و از پول نفت زندگی کنند، رهبر میگردن به 3000 سال پیش، یهودیان رو عامل برانگیختن کوروش و ساختن دولت ایران میدونند. بعد چی میگن؟ میگن این فارس ها آمدند و این کار کردند. یک پرسش از این آدم های بی دانش و بی سواد من دارم. شمایی که بر این باور هستید که تمام این توته و کارها رو این فارس ها کردن، اسناد نوشتاری شما به زبان مادی و کردی کجاست؟ اینها رو هم کورش و یهودیان از بین بردن. بالاخره یه جایی باید این اسناد وجود داشته باشه. چرا نخستین کتابی که در مورد تاریخ کردستان است، هفته گذشته اشاره کردم، تاریخ کردستانی که یکی از آدم‌های برجسته آغاز دوران صفوی نوشته، این به فارسی است، شرفنامه بدلیسی، این کتاب رو فارسی نوشته. این رو هم یهودیان آمدن و زبان مردم ایران رو عوض کردن. این دروغ‌ها رو چرا به مردم کرد میگید؟ چرا اونها رو برمی انگیزید برای اینکه احساس دشمنی با دیگر مردم ایران بکنن؟ در کجای تاریخ ایران، در کجای تاریخ ایران نویسنده محترم، آدم هایی که احتمالاً، نمیگویم حتماً، احتمالاً یک سررشته‌ای با این کوشش جداسازی کردستان از ایران دارید و شاید از جایی تأمین میشید، کجای تاریخ ایران شما نمونه ای رو دارید، نمونه، یک سند دارید که گروهی به نام قوم فارس زبان خودش رو بر مردم دیگر ایران تحمیل کرده باشه؟ یک برگ تاریخ به من نشان بدهید که به ضرب شمشیر گروهی به نام فارس ها، پارت ها، پرسه ها، هر چیزی که میخواهید بگویید، زبان فارسی رو بر مردم ایران تحمیل کردن. 900 سال در ایران فرمان روایی ها، زمان غزنویان تا مشروطه تا دولت پهلوی،
در دست ترکان و ترکمانان و مغولان و تاتاران و اوغوزها و قوزها و چیزهایی از این دست بوده. آخرین دولت پیش مدرن ایران قاجار از اینا قجرنویان همراه با مغولها به نزدیکی ایران آمدند و سپس در دوران شاه اسماعیل صفوی بخشی از سپاه قزلباش بودند. اینها چرا و چگونه می توانید بگویید که هنگامی که یک دولت صفوی بر ایران با آیین شیعی چیره شده با شمشیر قزلباش و زبان قزلباش ها ترک بوده، این زبان فارسی و فارس ها کجا در ایران چیره شدند که شما این چنین میلانید و مینالید و این چنین برافروخته هستین که این فارس های فلان فلان شده با یاری یهودیان آمدن و دمار از دیگر مردم ایران در آوردن؟ چرا به این دروغ پردازی ها اشاره میکنی؟ چرا به این دروغ ها میپردازی برای اینکه شیرازه کشور ایران رو ویران کنه؟ از کجا شما تأمین میشید؟ در چه زمانی مردم کرد بخشی از پاره ای از کشور ایران نبودن؟ تا چند از امروز میتوانید نشان بدهید که ما مردم کرد رو در ایران جدا از دیگر مردم ایران داریم؟ این به هم پیوستن همه مردم ایران، آذری ها در سرتاسر ایران، کرد ها در سرتاسر ایران، فارس زبانان، پیوندشون با یکدیگر چه پیوندی دارد با ستمی که امروز، ستم دینی که در ایران، تبعیض دینی که در ایران وجود دارد؟ این تبعیض زبانش زبان ستم ملت چیره فارس ها هستش واقعا؟ جدا این رو میخواهید در ایران رواج بدهید؟ اینها گرفتاری هایی است که ما با یک مش آدم بیمار روبرو هستیم که رهبران این گروه های سیاسی قومگرا هستند. تاریخ دروغ میسازند و به مردم ایران ارائه میدهند و از مردم میخواهند که مردم کرد بویژه که به این تاریخ سازی های دروغ گوش فرا بدهند که بله، ریشه داستان برمیگردد به توطئه یهودیان با یک قوم کناری دزد و گدا به نام فارسا یا پارتها یا پرسه ها که آمدن و دولت کردها را انداختن. حالا ما میخواهیم از اونها انتقام بگیریم؟ جدا تاریخ این گونه است؟ این تاریخ واقعی ایرانه؟ تا چند اندازه دروغ، ریا، برای چه بهایی، چه پولی در اختیار شما قرار دادن که شما چنین دروغ هایی رو در میان مردم روان میکنید و اینها رو مینویسید؟ یا بیمار هستید یا از جای گرفتید که این حرفا رو میزنید؟ آیا براستی ماندگاری ایران برای شما آنچنان بیارزش است که با چنین دروغ پردازی هایی میخواهید شیرازه این سرزمین رو از هم بدرید؟ کشوری رو که در درازای تاریخ در دشوارترین رویدادها آمدن مغول و تاتار و بسیاری جنگ های دیگر همچنان پای بر جا مونده، این رو میخواهید ویران کنید و این رو میگویید پاسداری از حقوق ملت کرد؟ شرم بر شما باد که همزمان و همسو هستید با کسانی که در سودای ویران کردن کشور ایران هستند. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.